گل با آهنگ‌هایی از آلبوم تازه‌اش روزگار غریبی است. گزارشی از یک تور راک در افغانستان. و ویدیوی جدیدی از گلازین. گروه گل 4 سال پیش شروع شد توی ادینبرا. خب من دورگم، پدرم انگلیسیه، مامانم ایرانیه. پیتر شوهرم اون نیم چک نیم سلوواک. جوردن یونانیه ولی فرانسه زندگی میکنه. یان فرانسوی امریکایی که کیبورد میزنه. الان اسکاتیشه ولی بحرین به دنیا اومده که گیتار بیس میزنه. سنتور بودا ایرونی ولی اسکاتلند زندگی میکنه. خب قبلن خیلی راحت تر بود برای اینکه هممون توی یه شهر بودیم، ولی واقعا با اینترنت همه چی میتونیم انجام بدیم. برای اینکه مثلا یه فایل میفرستیم، تمرین میکنیم، همدیگر رو برای کنسرت میبینیم، تمرین میکنیم. و برای اینکه خب 4 سال همدیگر رو میشناسیم، فکر می‌کنم از یه نظر همدیگر خوب میفهمیم تو فامیل موزیک.
اولی که امروز گوش کردین اولیش به اسم مرگ ناوا، برای اینکه ریتمش از گناوا ریتم مراکشه که ریتم خیلی آپبیت و برای رقص خیلی عالیه. اینو مثلا با لیریک یه شعر خیلی قدیمی ایرانی مرا ببوس آوردیم با هم دیگه کار کردیم و اسمشو گذاشتیم مرگ ناوا. گلازین خواننده و نوازنده ایرانی به تازگی اولین موزیک ویدیوی خودش به نام گاردین انجل رو منتشر کرده. ترانه و آهنگ کار گلازین و آنتونی گالاتیسه. You can't stop the tide climbing faster at speed. We should have had more time together all our lives. Holding your hand, we dance forever back through time. One day we cut the line. You can't stop the tide climbing faster at speed. We should have had more time together all our lives. Holding your hand, we dance forever back through time. One day we cut the line. آهنگ شب مهتاب چند سال پیش دختر خالم اینو به من یاد داده بود و خیلی دوست داشتم این شعرشو به فارسی و میخواستیم ببینیم خب اینم میتونیم از یه نظرم بیاریم تو حالت جاز، برای اینکه ورژن اوریجینالش خیلی زیباست، ولی میخواستیم خب بریم
اینو بذاریم توی سوپ گل ببینیم چی میشه. و خب هممون خیلی جاز دوست داریم و دیدیم که این لغتاش و این ریتماش خیلی هم جازیه برای کار جاز. رفتیم طرف جاز، بعدن یه کمی اینا رو فارسیش رو ترجمه کردم به انگلیسی و دیدم در بار عاشق شدنه واقعا، اونجی که آدم عاشق میشه ولی دیوونه میشه در این زمان عاشق شدن، و به انگلیسی مثلا obsessional love. میخواستیم این حالت بیاریم بیرون در این آهنگ. یارب تو کلید صبح در چا مثلا خب اینجا زندگی میکنم ولی تا 8 سالگی تو ایران بزرگ شدم و میام و میرم، یعنی خیلی ایران رفتم و عاشق موزیک ایرانم و عاشق شعر ایرانم، اصلا عاشق زبون فارسی هستم، برای اینکه میبینم خب برای کارهای هنری و کارهای موزیک ریتم خیلی زیبایی داره و از این نظر رفتم نزدیکتر آوازهای آهنگای ایرانی گوش کردم و بچگی مامان بزرگم پدر بزرگم همیشه آواز میخوندن، شعر میخوندن. میرفتیم از تهران به شمال با ماشین، پدر بزرگم برای 4 ساعت میخوند از میخوام برم کوت و مرا ببوس و همه شعرهای سنتی رو میخوند. خب اینا همه تو ذهن من هستن و تو گروه گل از راه بداهه نوازی آهنگ میسازیم و هر وقت آدم تو این حالت هست واقعا نمیدونه، شاید انگلیسی بیاد، شاید فارسی بیاد، شاید فرانسوی، شاید عربی. من سعی میکنم خیلی فکر نکنم، با احساس کار کنم، با احساس برم جلو در این زمانی که داریم آهنگ میسازیم. ولی من فکر میکنم اونجوری که آدم بزرگ شده، اون صدایی که اول داشت بچگی، مادر بزرگ، مامان، فامیل دور و بر، خب اینا یه جوری رفته توی ذهنم، توی مغزم، توی تنم، روحم. قبلا توی بوزنیا کار میکردیم، توی ماستار، توی بوزنیا هرزگوینا، و اونجا تو بوزنیا یه گروه خیلی تجربی داشتیم، یه گروه موزیک به اسم گل، و هر پنجشنبه شب توی قهوه خونه جمع میشدیم و ایمپرووایز میکردیم با هر کسی که میامد. گل به زبون سربوکروات، به زبون بوزنیایی، معنیش اینه برهنه، و میخواستیم این لغت رو بیاریم برای این گروه جدیدی که انجام شد و شروع شد توی ادینبرا، و دیدیم که به فارسی یه معنی هم داره. خب فکر کردیم بد نیست اینجوری باشه، و همه بچه های توی گروه موزیک عاشق فوتبالن. خب گل به اسپانیولی یعنی گو، فوتبال گو.
فستیوال راک و موسیقی زیرزمینی به نام ساوند سنترال یا صدای مرکزی در شهر کابل برگزار میشه که خیلی از جوانان رو به خودش جذب کرده. امسال برگزار کنندگان این فستیوال به مناسبت نوروز موسیقی راک رو به مزار شریف بردن و کنسرت‌های سیاری رو در این شهر برگزار کردن که مورد استقبال بسیاری قرار گرفت. اون چه می‌بینید گزارشی از این کنسرت. آهنگ Strange Times، روزگار قدیبی است. این آهنگ اینسپیریشنش از شاملوه که این شعرش خیلی زیباست، خیلی هم برای من اصلا یه جوری شدم اینو که اولین بار که خوندم اصلا خیلی برای من زیبا بود و ناراحت کننده و همه چی در یه شعر و ترجمهش به انگلیسی هم خوب بود، یعنی که این لغت ها رو هر وقت به انگلیسی ترجمه کردیم یه کمی به انگلیسی هم معنیش خوب آدم میتونست خوب بفهمه. این هم یه وقتا سخته با دوتا زبون که در یه آهنگ یه معنی داشته باشه با دوتا زبون مختلف. دهانت را Mapa da
آلبوم تموم شده، میخوایم کلی کنسرت بذاریم تو فستیوالای انگلیس و امیدوارم بتونیم یه جای دیگه هم بریم. امیدوارم اروپا یا امریکا، نمیدونم، یه روز هم امیدوارم بتونیم بریم ایران، برای اینکه خیلی دلم میخواد یه کنسرت بذاریم ایران. He's come to steal.